ریکی مارتین خواننده و هنرپیشه اهل پورتوریکو ستاره بلا منازع موزیک پاپ لاتین است. او بیش از 80 میلیون نسخه از آلبوم‌هایش را تا کنون فروخته و بیش از 95 ترانه با فروشی بالای 1 میلیون نسخه داشته است. ترانه خداحافظ یا ادیاس به عنوان ترانه منتخب برای تبلیغ آلبوم جدید ریکی مارتین به نام برای کسانی که می‌خواهند گوش کنند انتخاب شده است. آلبوم جدید او بهمن ماه گذشته منتشر شد. ریکی مارتین میگوید صادقانه بگویم که مدت هاست که حس خوبی در مورد موزیک خودم دارم. واقعی تازه و صادقانه است. در جریان تولید من خودم را آسیب پذیر حس کردم و مردم هم به زیبایی به آن واکنش نشان دادند. نمیدانم در چند کشور به صدر جدول رسیده است. در کشورهای غیر اسپانیایی زبان شماره یک شده که برای من اتفاق بسیار ویژه است. آلبوم جدید ریکی مارتین موفقیت آلبوم قبلی او که بیش از 1 میلیون نسخه فروش کرد را تکرار کرده است. ریکی مارتین یکی از اولین هنرمندان اسپانیایی زبان بود که با موفقیت توانست مخاطبان غیر اسپانیایی زبان داشته باشد. او در مورد بازار موزیک اسپانیایی زبان میگوید تنها در ایالات متحده ما بیش از 58 میلیون اسپانیایی زبان داریم و خب ما داریم چرخ اقتصاد این کشور را میچرخانیم. در چند دهه آینده ما دیگر اصلا اقلیت نخواهیم بود. در نتیجه خب اگر آینده نگر باشید باید به این بازار توجه کنید. اما کلن ما اسپانیایی زبان ها درباره اتحاد فرهنگ ها حرف میزنیم، درباره اینکه ما بخشی از این کشور هستیم و این کشور از ما تشکیل شده است و همچنین ما برای این کشور در حال جنگ هستیم و فکر کنم این قسمت زیبایش است. آلبوم برای کسانی که میخواهند گوش کنند هم اکنون به فروش میرسد و ریکی مارتین ماه آینده به اجرای کنسرت در نیوزیلند، استرالیا و مکزیک خواهد پرداخت.